تأسیس مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش در 30 خرداد، دو روز پس از پیروزی بزرگ مردم در تحریم سراسری، رعشه روزهای داغ سال 60 و قیام سراسری 30 خرداد را به جان شیخ انداخت. شرایط و روزهای بسیار سختی در سال 60 در چنین ایامی بر مردم عزیز ما گذشت. به قول مرحوم استاد آقای مطهری، او حرفی که گفتن به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، ایشون فرمود شرکه. اینها ناله های آخر کارگزاران خامنه ای و از علائم روشن بن‌بست و درماندگی در برابر مؤسسان پنجم و جوانان شورشگر است. رژیم آخوندی به یک بن‌بست رسیده به نام سرنگونی. ملت ایران در کنار کانونهای شورشی و اینک مؤسسان پنجم اراده کردند برای سرنگونی و رهایی ایران. در وحشت از همین خشم و عصیان اجتماعی، تلویزیون خامنه‌ای پاسدار اطلاعاتی هاشمی نژاد را به صحنه آورد. چند روز پیش سرکرده منافقین اعلام میکنه، سرکرده منافقین، که من تأسیس مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق را اعلام میکنم. به این ترتیب پاسدار درمانده وحشت و ترسش را از جوانان شورشگر و برانداز که به استقبال مؤسسان پنجم ارتش آزادی میروند ابراز میدارد. ما کانونهای شورشی همگام با مؤسسان پنجم اراده کرده ایم، تصمیم گرفتیم در برابر این رژیم ایستاده و تا سرنگونی این نظام از پا نخواهیم نشست. بله، این تنین شورش و عصیان نسلی است که با اعلام حضور در مؤسسان پنجم رعشه بر اندام خامنه ای و رئیسی انداخته و تا سرنگونی جلادان از پا نمی نشیند. برادر مسعود، اسم من را هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بخش بنویس. برادر مسعود، اسم مرا هم در مؤسسان پنجم بنویس. اسم مرا هم در مؤسسان پنجم ارتش آزادی بنویس. اسم من را در مؤسسان پنجم بنویس. اسمم را در مؤسسان پنجم بنویس. اسم مرا در مؤسسان پنجم بنویس.